دوستان با یه ویدیو دیگه در خدمتون هستم قیدهای مکان رو داریم قبل از اینکه درسمون رو شروع کنیم میخواستم بابت حمایتاتون تشکر بکنم میسی که درس رو دنبال میکنید یادتون نره حتما یه دفتر یادداشت داشته باشید تا درس رو که بهتون میگم یادداشت بکنید چون هر چقدر بیشتر تمرین بکنید بیشتر تکرار بکنید همونقدر بیشتر تو ذهنتون میمونه Uh, یه عده میپرسن که چرا uh, بیشتر گرامر را درس میدم و مکالمه درس نمیدم خب ببینید دوستان شما کانال های ترکیه رو نگاه بکنید تلویزیون ترکیه رو نگاه بکنید توی ترکیه زندگی بکنید و با مردم ترکیه آشنا بشید اگر کلمه ها رو در شکل های مختلف نتونید تشخیص بدید تا یک سال هم نمیتونید زبان رو یاد بگیرید شما باید تکه تکه های زبان رو بخش بخش یاد بگیرید تا بتونید بفهمید مردم چی میگن تا بتونید جمله های اونا رو درست تقلید بکنید چون زبان یه چیزیه که به صورت تقلیدی یاد گرفته میشه بعدا به حالت جمله بندی و ابتکار و اینجور چیزا در میاد اینه که خیلی مهمه که اول گرامر رو یاد بگیرید اگر خیلی عجله دارید جمله های مکالمه رو هم میتونید حفظ کنید ولی خب تا کی خب یادتون نره بعد از سابسکرایب کردن دکمه زنگوله رو بزنین چون معلوم نمیشه چه, زمانی نتونستم صحبت کنم چه زمانی من ویدیو براتون تهیه بکنم و معلوم نیست چه زمانی بخوام لایف بذارم اینه که خبردار بشید به تونه. از اینکه لایک میکنید هم متشکرم اگه ویدیو به دردتون خورد بفرستید واسه کسایی که لازم دارن خب بریم سراغ درسمون ببینید اینجا فرمولمون اینه ما اسم جسم رو میاریم خب مثلا اسم جسممون چیه؟ کیف چه میدونم خانه چه میدونم جعبه اسم جسممون رو میاریم بعد پسوند این رو داریم در حالت چهارگانه یعنی میشه این ان اون اون این حالت چهارگانه رو داریم بعد اسم قید مکان میاد مثلا داخل خارج چپ چه میدونم بالا پایین اینا میاد بعد اینا هم با پسوند دوگانه اینده و یا اوندا جملهمون رو این قسمت حالت مکان رو مشخص میکنیم فرمولمون اینه حالا دونه دونه بریم سراغ قید هامون ببینیم چجوری راجبشون میتونیم که جمله بندی داشته باشیم خب ایچ یعنی داخل ایچینده یعنی در داخلش داخل یه چیزی مثلا این سگ نگاه کنین جمله رو اینجوری میگم چانتا نن ایچینده بیر کپک بار خب نگاه کنید اینجا من پسوند این رو به خاطر اینکه حرف صدای آ داشتم پسوند این رو انتخاب کردم اگه قواعد واجی رو فراموش نکرده باشین و یا تو ویدیوهای قبلی دنبال کرده باشین دیگه نخواستم برای چهارمین پنجمین بار توضیح بدم تا الان دیگه باید یاد گرفته باشین اگر ما پس در هجای آخر صدای آ رو داشته باشیم پس ونده اون رو خواهیم داشت خب ایچ رو داریم صدای ای با صدای ای هماهنگی داره ایچینده بیر کپک بار میشه چی؟ در داخل کیف یک سگ وجود دارد. یه بار دیگه جمله رو میخونم. چانتانن ایچینده بیر کپک وار چانتانن ایچینده بیر کپک وار بریم سراغ بعدی ایچری هم به معنای داخل هستش ولی مثلا به معنای داخل یک مکانی داخل یک بنایی خانه ساختمانی هر چیزی ایچریده یعنی در داخل خانه معمولا به معنی در داخل خانه به کار برده میره بعضی جاها به معنای در داخل زندان هستش مثلا بخواییم فلانی کجاست یه مدت نیست بخوان بگن زندانه میگن ایچریده کلمه ایچریده رو بعضی وقتا ایچرده هم تلفظ میکنن که در زبان گفتاری ایچرده خیلی مرسوم هستش خب تصویرمون اینه بچه ها تو خونن چوجوکلار ایچریده اویون اوینیورلار یه قسمتی رو میخوام توجهتون رو جلب کنم وقتی میگیم ایچرده و یا ایچریده به صدای ای تلفظ بکنین ای ترکی مثل ای فارسی نیستش یعنی وقتی که ای فارسی رو تلفظ میکنیم دهان خیلی شکل ای رو به خودش میگیره ولی در زبان ترکی نه یه مقدار حالت بسته تر هستش و کوتاه تر تلفظ میشه مثلا وقتی میخوام بگم وقتی میخوام این کلمه رو بخونم نمیگم ایچریده اینجوری نمیگم میگم ایچریده خیلی کوتاه تلفظ میکنم یعنی اون حالت ای رو ای فارسی نیستش خب یعنی بچه ها در داخل خانه بازی میکنن اوینیورلار یعنی بازی میکنن چوچوکلار هم یعنی بچه ها خب دشاره دشاره یعنی خارج بیرونه دیشاریدا یعنی در خارج از خانه مثلا تصویر رو ببینید او دشاردا درویار یعنی او در بیرون ایستاده است منتظره مثلا ایستاده دشاردا او دشاردا درویور بریم مورد بعدی دش یعنی بیرونه. بیرونه هر چیزی. دشندا یعنی در خارج از یه چیزی. در بیرون از یه چیزی. تصویرمون رو ببینید. کپیم اوین دشندا، اوینیور. کپیم اوین دشندا، اوینیور. یعنی سگم در بیرون از خانه بازی می کند. اوین ببینید هجای آخر به ای ختم شده. پس فندمون از حالت چارگانه این رو انتخاب میکنیم. کنیم. در خارج از خانه اوینیور بازی می کند. بعضی وقتا بعض وقتا که نه حالت دشندا در خارج وقتی میگیم بعضی وقتا به معنای به غیر از به کار برده میشه اینم بدونید اگر یه جای شنیدید چون حالا پسوند مکان نیستش من اینجا نیوردم بردم وقتی بخوایم بعضی وقتا مثلا میگیم چی مارکت دشندا ممکنه بگیم خارج از مارکت ممکنه بگیم به غیر از مارکت و یا اگر با اسم بگیم مثلا استانبول دشندا ممکنه بگیم بیرون از استانبول و یا بگیم به غیر از استانبول خب ولی مثلا در یه جاهایی مثلا میگیم که علی دشندا یعنی به غیر از علی مریم دشندا به غیر از مریم اینجوری میتونید از کلمه دشنده به عنوان به غیر از هم استفاده بکنید مثلا چای دشنده یعنی به غیر از چای منظورش در خارج از چای نیست منظورش به غیر از چاییه خب بریم سراغ مورد بعدی یان یان یعنی کنار نزدیکه یانوندا در کنارش تصویر رو ببینیم خب میگیم کپک چانتانن یانندا کپک چانتانن یانندا خب پسوند ان رو داریم اینجا نگاه بکنید ولی چون این پسوند با صدای با حرف صدادار شروع میشه و کلمهمون با حرف صدادار تموم میشه بین این دوتا حرف صدادار یه دونه حرف نه هم اومده این از کجا اومد اگر پرسیدین اینه بین دو تا حرف صدادار یه حرف سامت میذاریم که بتونیم تلفظ بکنیم چانتانن یانندا میشه سگ در کنار کیف از کپک چانتانن یانندا خب یان گفتم در به معنی کنار و یا نزدیکه یاندا تو قبلی چی بود؟ یه بار دیگه نگاه کنید یاندا یعنی در کنارش اینجا چی داریم؟ یاندا یاندا یعنی در این کنار در این حوالی در این نزدیکی مثلا میگیم شو یاندا یعنی این نزدیکی ها بیر پارک وار در این نزدیکی یک پارک هست شو یاندا یعنی در این نزدیکی خب اوست یعنی رویه üstünde یعنی بر رویش بر روی چیزی نگاه کنید اوستونده چجوری این کلمه به جای ایندا به جای اینده حالت این حرف صدا داره ای رو داریم چون باید با حرف صدا داره اینجا هماهنگ باشه üstünde خب تصویرمون اینجاست الما کتابون استونده سیب بر روی کتاب است الما کتابون üstünde اطراف اطراف یعنی اطراف اطرافوندا یعنی در اطرافش تصویر رو ببینیم خب ساندالیلر یعنی سندلی ها ماسانن اطرافوندا در اطراف میز هستند. ساندالیلر ماسانن اطرافوندا سندلی ها در اطراف میز هستند خب اینجا رو ببینید اطراف اطراف تا خب این پسوند دا بوده تبدیل به ت شده چون کنار ف هستش کنار یه سری از حروف حرف د وقتی حالت پسوند قرار میگیره تبدیل به ت میشه مثل حروف س ش ک پ چه بعد این حروف این حرف د تبدیل به ت میشه پس اینجا اطرافتا یعنی این دورو بر مثلا میگیم اطراف تا کیم یعنی کسی این دورو بر نیست اطراف تا کیم سیوک کیم یعنی کسی نیست O benim madde بعدی alt yani zire. Altında yani der zireş. Tasvirıra ببینim. Çocuk masanın altında. Yani fezarbacce zire mize. Çocuk masanın altında. Baz ببینiniz inşa pasvende ünru daştim. Beyne کلمه ماسا که به حرف آ ختم میشه حرف صدادار ن رو آوردیم آلتوندا هم که یعنی در زیرش اوکی okay. خب آرکا یعنی پشت آرکاسندا یعنی در پشتش پشت سرش tasvir edelim. Masanın arkasında bir kadın var. Masanın arkasında bir kadın var. En der poştemiz yek zen vücutlara. Kadın yani zen. Morede badi. Arka. Arkada. آرکادا یعنی در قسمت پشتش مثلا پشت یه ساختمونی پشت یه مکانی آرکادا بیریسی وارم آرکادا بیریسی وارم یعنی در قسمت پشت کسی هست مثلا ممکنه پشت دیوار باشه یا چه میدونم آخر کلاس باشه آه... یا آخر سالن باشه یا پشت یه ای پشت دیواری چیزی آرکادا بیریسه وارم این در قسمت پشت کسی هست خب حالا بریم سراغ قسمتی که من تو ویدیوی قبلی که ویدیوی اولی که راجع به این قضیه داده بودم نگفته بودم یاد نداده بودم جا انداخته بودم یعنی اینه که خوب شد که دوباره دارم این ویدیو رو میسازم اون جلو ön اون جلو önünde یعنی جلوی یعنی در مقابلش جلوش önünde تصویر رو ببینیم خب حالا میخوام بگم که سیب جلوی جعب است الما کوتونون önünde الما کوتونون یعنی سیب جلوی جهب است. خب مورد بعدی کارش کارش یعنی مقابل کارش سنده در مقابل و یا روبروی یعنی چه جوری یعنی مثل تصویر تصویر رو ببینید اینجا تصویر خب ما تو فارسی معمولا میگیم که ام مثلا این اکسو نگاه کنیم میگیم کودک در مقابل در جلوی تلویزیونه خب کجاست جلوی تلویزیون ولی اینجا اینجوری نیست وقتی یه چیزی روش به یه روی یه چیز دیگه باشه و یا دو نفر رو به روی هم دیگه باشن یعنی صورتاشون به هم نگاه بکنه قسمت جلوی جسم در مقابل قسمت جلوی جسم دیگر باشه یعنی مثلا میگیم اینجا چی؟ تلویزیونون کارشسندا بیر چوجوک وار در مقابل در روبروی تلویزیون یک کودک وجود دارد تلویزیونون کارشسندا بیر چوجوک وار که مثلا تو آدرس دادن و اینجور چیزا هم که بعد های ویدیو هم راجع به اون میسازم براتون وقتی میگن کارش یعنی فرزن یه مغازه روبروی یه مغازه دیگه باشه اونور خیابون از کارش سنده استفاده میکنن از انونده استفاده نمیکنن انونده میشه جلوش حتی اگه پشتش به اونجا باشه پشتش به اون مکان باشه ولی کاشتسنده یعنی روبه مقابله یعنی میشه اپوزیتوه انگلیسی خب بریم مورد بعدی خب آرا یعنی بینه آراسنده یعنی در بینه تصویر رو داریم چجک ایکی کپهیین آرسنده چوجوک ایکی کپیین آرسنده بچه بین دو سگ است خب اینجا نگاه کنید کپک یعنی سگ پسوندی که کنارش میاد ک رو حرف که رو تبدیل به یوموشا گه کرده اینو توی قسمت فعل هستن گفته بودم کلماتی که آخرشون به که ختم میشه وقتی پسفند میگیرن پسفند با حرف صدادار شروع بشه که تبدیل به یوموشاک گه میشه کپین آرسنده معمولا یوم... به حالت غین تلفظ میشه یه خود نرمتر تلفظ میشه ولی بعضی جا هم مثل یه تلفظ میشه مثلا اینجا نمیگیم کپقین میگیم کپین اینجا یه تلفظ میشه اینکه کجا یه تلفظ میشه کجا غ تلفظ میشه قانون خاصی وجود نداره اما زمانی که معمولا زمانی که یه پسوند میاد به شکل یه تلفظ میشه ولی خب حالا مونده دیگه باید گوشاتون رو تیز کنید ببینید اون لحظه چجوری تلفظ میشه Sağ, sağında. Sağ, sağında. Dağ kısmeti rast. Təsvir görelim. Hop, elma kutunun sağında. Elma yani sip, kutu yani cabe. Elma kutunun sağında yani sip dersem rast cabe ist. Mesela بعدi. sol, sol, solunda. خب ببینید یه نکته رو بگم دوباره راجع به لحجه فارسی لی ترکی هم یه مقدار با لی فارسی فرق میکنه لی ترکی مثل لی عربی در قسمت عقب دهان تلفظ میشه اونایی که کرد زبان هستن خیلی راحت تر میتونن تلفظ بکنن اینو وقتی میگیم سول البته لی انگلیسی هم همونطور هستش مثل لی فارسی در قسمت جلوی دهان تلفظ نمیشه در قسمت عقب دهان در قسمت سقف دهان عقبتر نزدیک گلو تلفظ میشه سول که میگیم اگه بخوایم مثل لحجه فارسی تلفظ کنیم میشه سول یه باری میگم سول این میشه فارسی ولی ترکی بخواید تلفظ کنید میشه سل کنار هم تلفظ میکنم اول فارسی و بعد ترکی ببینید تفاوتش تفاوتشو فارسی سل ببخشید فارسی سل ترکی سل 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 فرق میکنه اینه که خب تفاوت معنی نداره ولی هر زبانی رو زیبا تلفظ کردن مهمه خب الما کتونون سلوندا الما کتونون سلوندا. سلوندا یعنی سیب در سمت چپ جعبه است خب بریم یه سری اصطلاحاتی رو من خدمتتون بگم دسلات روزمره خب فرمولمون که این بود اسم جسم و قید مکان اینو که حالت دوگانه داره قسمت د و دا حالت دوگانه داره این قسمت این بازم حالت چارگانه داره اینم بگم مثلا تو استونده اگه دقت کرده باشید اونجا ذکر نکردم ولی بگم مثلا صدای ای رو هم داشتیم یعنی بخش ده حالت دوگانه داره بخش این باز هم حالت چهارگانه رو داره حالا زیاد تو این دوگانه چهارگانش نریم وقتی کل کلمه رو در کنار قید مکان استفاده میکنید همونجوری کلش رو یاد بگیرید بهتر از اینه که جزئیاتش رو زیاد روش مانور بدیم خب آربانن ایچینده آرابانن خب آرابا که یعنی ماشین این حرف نه اینجا برای راحتی تلفظ اومده پس فند این رو داریم اینجا هم ایچینده یعنی داخل ماشین در داخل ماشین اکولون دشنده اکولون دشنده یعنی خارج از مدرسه خب دشوندا رو گفته بودم ممکنه به غیر از مدرسه هم معنی بده گلن یانوندا گلن یانوندا کنار گل سرخ خب این یه چیز روزمره نیست ولی صرفا خواستم ببینید که پسوند اون رو هم کجاها استفاده میکنیم هجای آخرمون به او ختم میشه اگه به او هم ختم میشد مثلا گزمون önünde közün üstünde yani rüye zuqal közün üstünde çiçeğin etrafında çiçeğin اطرافونده چیچک کلمه هی. که به حرف که ختم میشه پسوند اومده که تبدیل به یه شده اینو دقت بکنید اطرافونده هم یعنی اطراف گلها البته یعنی اطراف گل ولی خب معمولا به ما که میگیم گل اینا گل به گل سرخ میگن فقط معمولا گلای دیگر رو بخوام بگن میگن چیچک و یا چیچکلر جمع میبندن یه چیزی بگم اینجا چرا من این حالت مفرد رو جمع بستم به خاطر اینکه اینجا چیچک بعض وقتا معنی دسته یه گل میده وقتی مثلا میگه چیچه این منظورش یه دونه گل ممکنه نباشه ممکنه یه دسته گل پر از مثلا گل باشه پنجاه تا گل باشه خب آرکا آرکایا یعنی پشت سر هم آرکا آرکایا اس دسته اس یعنی روی هم یان یانا یان یانا یعنی کنار هم آرا 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 آره. یعنی بعضی وقتها آدم ایچریده یعنی آن مرد در زندان است گفته بودم من ایچریده بعضی وقتا معنیه اینکه داخل زندان بودن هم میده احمد دشندا به غیر از احمد اینم دشوندا هستش که یه مثال ازش اینجا دادم خب دوستان همه اینا رو یادداشت بکنید اگر سوالی داشتید بپرسید من در خدمتتون هستم با چند بار تکرار اینا ملکه ذهنتون میشه یا از یاد داشتاتون تکرار بکنید یا ویدیو رو تکرار بکنید هر دوست دارید سوال پرسیدن یادتون نره بابت کامنت های خیلی خوبتون تشکر میکنم موفق باشید